به نام خدا. سلام، حالتون چطور؟ تو این کارا رو میتونستی اون پشت صحنه هم انجام بدی؟ اومدی اینجا باید صحبت کنی، مجری یعنی صحبت کننده. آب دهنم تو گلوم گیر کرده بود. چقدر شما آدم از پیش قضاوت کنی هستی. من رفاقتم از اینجا با تو به هم میزنم. حیف که اینجا همکاری مرا معذرت. شرمنده. امروز رفتم توی مغازه. سلام آقا، خسته نباشید. سلام. این ضبط و پخش قیمتش چقدره؟ نداریم از اینو. شرمنده. پس این چیه؟ نداریم. این فروشی نیست؟ این زب... نداریم از این از این زب اصلا نداریم. از این نداریم. نمیارین دیگه؟ نه، تعطیله، بفرمایید بیرون. آقا مغازه بازه. برو بیرون آقا. این مشتریتون رو نگه دارید. منوچهر بیا این آقا رو بنداز بیرون. بس دیگه، نقشه تموم شد. مشتری نگه داشتن، مشتری میاره. اینو مطمئن باشید. برخورد خوبه با مشتری باعث میشه که باز هم مشتری ها اضافه بیان، زیاد بیان، درآمدتون بره بالا. بابا با مشتری خوب برخورد کنی. وقتمون هم تموم شد. به این قسمت اول برنامه نگاه کن. شما هم اینجا نگاه کن. امروز اومدم اینجا فقط برای اینکه یک مبارزه سرسخت توی شطرنج با تو داشته باشم و نابودت کنم. اگه یادت باشه پارسال توی مسابقات جهانی کی اول شد؟ من. دوم شدی. نمیخوای باور کنی؟ ببین، الان 10 ساله که در مسابقات جهانی شطرنج من در جهان اول میشم. پارسال اگر دوم شدم به این دلیل بود که سر بازی شطرنج درست موقعی مسابقات من تب و لرز گرفتم و حالا اومدم بهت ثابت کنم که تو دومی. دوم. خیلی خوب، یه بار دیگه آزمایش کن. شانست رو همیشه آزمایش کن، این رو از من بشن. تکنیک های جدیدم رو میخوام برات رو کنم. حالا فکر میکنم اگر یه زنگ خونه بزنی نگران نشن، یک هفته باید فکر کنی سر بازی. نگران نشن، زنگ بزن. گفتم ما تا یک هفته نمیاد. بری پیپ کنار. روش منو که میدونی، من از روش قدیمی خودم است. آره، عجله کن. خب حاضری؟ بریم؟ بریم. تو اول بازی کن. من اول؟ مهره سفید هم چه اول؟ بزرگان سیاه مهره بازی کنند. نه. اینجا دینامیت گذاشته بودن. جنگ تمه تم. مادر سرباز بجام. مراما اوتون باشین، اینا مرو محاصر کردن. عمرن یه دقیقه.
قبولیست. چرا دیگه افتاد تو دره؟ شاه من زده گلوله بشه. نه مرد دیگه، افتاد تو دره. یه بالای رو خوبی عمره فیل که نمیتونه اسب بلگت کنه که اسب فرار میکنه از انقدر اسب بلگت میذاره که سر تربازی میفته. شما بودین زنگ زدین؟ بله، قبض برقتون رو آوردم. بدین ببینم. گرفتمت. تو هر روز زنگ در خونه ما رو میزنی در میری؟ نه آقا ما نیستیم. آقا قلا. آقا قلا. خیلی دلمون براتون تنگ شده بود. برو ببینم. مرد حساب این چه کاری هر روز میاد در خونه مردم گریه میکنی میذاری میری؟ مرد گنده خجالت نمیکشه. منم خیلی دلم درد میکنه سهراب. نوشدارو میخوام سهراب. بلند شو گریه نکنین، گریه نکنین. بدید ببینم. گریه نکنین، حتما اشتباهی افتاده، یا کنتورتون درسته یا اشتباهی نوشتن. بذارید ببینم. ببینین این که درسته، تاریخ هم که درسته، همه چی درسته به غیر از دوری شما که آن هم به زودی برملا خواهد شد. حتما نامه بنویس بی ثبات. داداش آقا من شرمندم به شما زحمت دادم، خودم باید برم کلاس سواد آموزی. در این جمله منادا کدام است؟ داداشتون نیست؟ خجالت بکش، داداش من سن پدر تو رو داره. داداش من مناداست. منادا داداشتونه، ندا میشه دختر داداشتون. چی؟ نه ببخشید، بگید تیراندازی نکنن. الان میگم ندا میشه زن داداش سفر تفصیلی. سفر؟ تفصیلی. سفر کشکولی. نزدیک بود، قبول میکنیم ازتون. تیراندازی نکنی. پس لطفاً خیلی آروم دستاتونو ببرین بالای سرتون. سریتر، شما در محاصره کامل هستین. خب، حالا بفرمایید چی میل داری؟ ماکارونی! دینگ دینگ! اوه، کم نکرد، بی‌معرفتو دارن تیراندازی میکنن. دریم! حرکت واسه در بریم، گله میخوریم. پس بادو! سلام، به گزارش این برنامه ما توجه کنید. متشکرم. ببخشید، خسته نباشید. نظر شما راجع به جوانی چیه؟ جوانی کجایی که یادت؟ ببخشید، مگه شما چند سالتونه؟ یه راز خانم. ببخشید. سلام خانم. سلام. ببخشید. خسته نباشید. متشکرم. نظر شما راجع به جوانی چیه؟ به نظر من باید به جوان ارزش داد، به جوان اهمیت داد، به جوان بها داد، به جوان امکانات داد. بهترین سن جوانیه دیگه، مگه نه؟ با اجازه. سلام خانم. سلام. خسته نباشید. ببخشید، نظر شما راجع به جوانی چیه؟ به نظر من خانم، به جوان نباید ارزش داد، به جوان نباید اهمیت، به جوان نباید بها داد،
فراموش کرد. ما دیگه سنی ازمون گذشته، میدونیم که جوان ها تو بعد چی کار کنن. یه کاری میکنن بیگدار و آب میزنن خراب میکنن همه چیز رو. ما دیگه نباید دیگه، ما باید بدونیم. با اجازه. سلام، خسته نباشید. معذرت میخوام، نظرتون راجع به جوانی چیه؟ اگه میشه بفرمایید. ببین خانم، من جوونم خوب، ولی هیچی از جوونیم نفهمیدم. همین الانشم هیچی نمیفهمم از جوونی. من اصلا نمیدم چرا کلیت هیچی نمیفهمم. تا اینجا خسته نباشید، یه ذره دیگه تحمل کنید، برنامه تموم میشه. چهار و نیمه چنده؟ بابا چراغ رو کی روشن؟ ما تو این خونه زندگی نداریم. این چی دیگه؟ این استخونه این کارتونا. آهان مهبه های های آه سگ وحشی دو نه سگ وحشی سگ وحشی برو با خرش دیگه استخونه اف تو اف فهمیدم ول کن این دیوار ننتیو، ما باید از اینجا بریم. آره خوب تو یه نقشه خوب برای فرار. جدی میگی؟ آره. چیه نقشه؟ ببین تو آشوب میکنی، سر صدا را میندازی، زندانبان میاد تو. خب خب. این دفعه دیگه اصلا به هیچ چیش گیر نمیدیم، فقط وقتی اومد من محکم میزنم تو سرش رو معطل نمی کنیم، فرار میکنیم. کلیدو فقط باید فرار کنیم. دست درد نکنه تونی. خب برو تو نابغه ای، تبریک میگم. خیلی خوب. چجوری آشوب کنم؟ اینجوری خیلی خوب آشوب توی زندوان. حالا بهتون میگم تصویر خودمونو گرفتیم. آشو 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 هره با تو عجله کما آزاد شده آزادی چه خونه؟ چقدر خون شد فرکه؟ من گفتم تو نابقه ای خواهد نکن بلکن نادنی میریم. خیلی خوب بچو ها 10.76 10.77 پاش شد تانی بچو ها سلام زن بنده. ای بچو ها واسه تون یه دونه مجده دوارم. برای چی ما که کاری نکردیم؟ مجده چی؟ بیگاری چرا ما که کاری نکردیم؟ تو خواب منو میزنی؟ ما فقط داشتیم خواب دیدیم. تو هم خواب منو میگی؟ خواب منم خواب نکردیم. خیلی جالبه، ولی اون یه خواب بود. من خواب شما برو هم
تونی چرا نقشه های فرار تو هیچ موقع به نتیجه نمیرسه؟ همش تقصیر توی چرا نباشه؟ بارکونی تقصیر توی ببین عزیزم، تو اینجا داری به جنون میرسی. نداریم، تو داری به جنون میرسی. باید از دل بخندی، من... از صمیم قلب بخندی، باید از مولکول‌های دونه دونه بدنت بخندی که تماشاچی گریهش بگیره. من دیدم ضبط آقا... میشه 3 2 1 کات. آقا مگه تو گاوی؟ چرا ماما میکنی؟ ببین عزیزم، شما فن خند همینجوری، از همینجوری خندیدن باید شروع شه. بره با. آقا بسته، کافیه، برو اون وقت. شما توهین میکنی سر من؟ دارم مثال میزنم آقا جان، مثال دارم میزنم، خسته نباشید. مثال دارم میزنم آقا جان، مثال میفهمید مثال یعنی چی؟ آقا نگاتیو داره میره، بریم. یعنی دوربین نگار نداشتین؟ نخه. آها، بریم. ببین عزیزم، فن خندیدن برای خندیدن فن داره. نه فن، بابا خندیدن فن داره. تو فنش اگه بدونی راحت میتونی بخندی. بلد نیستی بابا، هر چیزی باید فن نگه داشتیم دوربینو، فنشو باید یاد بگیری. ببین فن خندیدن اینه، دل بالا، فهمیدی؟ زبط میشه 3 2 1 باری بیرون. 3 2 1 عالی بود، کات، عالی بود، خیلی ممنون. بچه ها خسته نباشید، خسته نباشید، کافیه. آقا بسه، خسته نباشید بچه ها خسته. ببین عزیزم، تو باید فن نخندیدنم یاد بگیری. نخندیدنم فن داره. فن نخندیدن اینه که محسن جان، فن نخندیدن چی بود؟ فن نخندیدن، بذار رو از جواد بپرس. فن نخندیدن، نه، ببین فن نخندیدن اینه که تو باید فن نخندیدن، نمیدونم، یادم رفت. آقا بچه ها، کسی اینجا فن نخندیدن یادش نیست؟ فن نخندیدن رو کی بلده آقایو؟ فن نخندیدن آقا، این داره عدس میره، یکی بگه چجوری نخنده. فن نخندیدن، فن نخندیدن یکی بگه. فن نخندیدن، آمبولانس یکی زنگ بزنه. آقا جون، من میگم که این انتهای برنامه است، بذار نتیجه گیری کنیم از حرفامون. آدم باید مشتری رو نگه داره، آدم باید مردم دار باشه. موقعی که من یه مغازه دارم، وقتی مشتری میاد با روی گشاده باش صحبت کنم. یعنی چی اخم فلان؟ من رفته بودم یه کت شلوار بخرم، یه کت شلوار پوشیدم، چون اکثرا سایز من نیست اصلا، کلا نیست. اینا هم که میبینین آقای جلایی طلای لباسمون دوخته برام، ولی اصلا پیدا نمیشد. من رفتم دوتا کت پوشیدم، دیدم کت تنگه. بعد گفتم ببخشید بزرگترش ندارین؟ اون آقای فروشنده گفتش برو بیرون. گفتم ببخشید، مثل که دقیق متوجه نشد کت بزرگتر نداری؟ گفت بیرون. خب آقا به من بگو نداریم، من اینجوری پس فرا سرخورده میشم، دیگه کت شلوار نمیپوشم. گره کنم نمونه ای از یک آدم سرخورده، پس فردا دست به دزدی هم میزنه. نه بابا دیگه اینجوری پس فردا بزهکاری همینجوری شروع میشه. نه آقا اینجوری نیست. من الان اینو از ضعف شخصی خود آدم هاست، ولی خب من نظرم اینه که بیشتر دقت کنید. من یه پیشنهادی دارم، این قسمت برنامه رو شما نبینید، ما دیگه داریم درگیر میشیم یه جورایی. خدا حافظ تا فردا شب. واسه